ببینید، مهمترین مسئله ای که ما در قانون اساسی داریم همین اصل 44 قانون اساسی هست که در واقع اقتصاد ایران رو سوسیالیستی کرده، یعنی بخش بسیار بزرگی از دستگاه تولیدی ایران رو در اختیار دولت قرار داده و همزمان با این کار نیروهای سازنده، نیروهای خلاق، کارآفرینان، سرمایه گذاران، کسانی رو که میتوانند در کشور ثروت خلق بکنند، کشور رو ثروتمند بکنند و در نتیجه طبقه کارگر رو هم ثروتمند بکنند، اینها رو یا از صحنه خارج کرده یا معدوم کرده یا مجبور شدن اینها به خارج فرار بکنند و در حال حاضر اقتصاد ایران به شدت اقتصادی هست دولتی و پایه و اساس این دولت، این اقتصاد هم در واقع علیه منافع طبقه کارگره. ما در طول 40 سال گذشته همونطور که در این برنامه دوستان دیگر هم اشاره کردند، مسئله بزرگ محروم شدن ایران از نرخ رشد. نرخ رشد ایران فرو ریخته طی 40 سال گذشته و کافیست به همین سال 97 و 98 اشاره بکنیم. در سال 97 بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی نرخ رشد اقتصادی کشور در واقع منفی منهای 4% بوده. در 9 ماهه اول سال 97، اگر تمام سال 97 رو حساب بکنیم، به احتمال قریب به یقین منهای 5% بوده و در سال 98 هم همینه. وقتی اقتصادی تنها در طی 2 سال حداقل 10% فرو میریزه، اثرات منفی چنین پیامدی طبعا طبقه کارگر ایران رو زیر فشار قرار میده و از سوی دیگر متغیر دیگری در عرصه اقتصاد کلان نرخ تورم هست. نرخ تورم نقطه به نقطه باز بر اساس آمار رسمی، من فقط بر آمار رسمی تکیه میکنم، هرچند که به نظر من سطح تورم از این بیشتره، ولی حتی آمار رسمی رو که در نظر بگیرین، نرخ تورم نقطه به نقطه از سال 96، اسفند 96 تا اسفند 97 چیزی حدود 50% و برای چیزهایی که مورد نیاز طبقه کارگر و طبقات دیگر به اصطلاح آسیب پذیر ایران هستند، به خصوص در عرصه مواد خوراکی و مسکن، حتی از 100% هم بالاتر رفته.